از حمله مرگبار سال 2008 مبای امروز 9 سال گذشت. شهر مبای امروز شاهد مراسم بزرگ داشت از قربانیان رویداد بود. اعضای خانواده های کشته شدگان حمله سال 2008 میگویند از این که پاکستان حافظ سعید متهم به طرح این حمله را آزاد ساخته است خشمگین است. سواتی اجای گوان بیوه یکی از منصوبین پلیس است که از سوی 10 حمله کننده در سال 2008 کشته شده بود. پاکستان نباید حافظ سعید را آزاد می ساخت. بله، من اندوگینم و برای مردمی که اعضای خانواده هایشان را در آن حمله از دست دادن نیز غم‌انگیز است. پاکستان به روز جمعه حافظ سعید بنیانگذار سازمان جماعت الدعوه را از قید آزاد ساخت. باور بر این است که جماعت الدعوه صف آرای گروه تندرو شورشی لشکر طیبه است که از سوی هند به انجام حمله سال 2008 ممبئی متهم است. مقامات هندی و ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی حافظ سعید خشم گیرند. حافظ سعید در فهرست دهشت افغانان قرار داشته و وزارت عدلیه ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری وی بیانجامد حتی 10 میلیون دلار جایزه نیز تعیین کرده است. قصر سفید دیروز اسلام آباد را هشدار داد که اگر حافظ سعید را دوباره دستگیر و زندانی نکند، روابط بین اسلام آباد و واشنگتن زیان خواهد دید و اعتبار جهانی پاکستان متاثر خواهد شد. آزادی حافظ سعید پس از آن که پاکستان او را مورد پیگرد عدلی و قانونی قرار داده نتوانست، یک پیام کاملا آزاردهنده را در مورد تعهد پاکستان برای مبارزه با دهشت افغانی فرستاده و ادعاهای پاکستان را که گویا در خاک خود به تروریستان پناهگاه نمی‌دهد، دروغ ثابت میکند. در حمله یه سال 2008 10 مرد مسلح در چندیل محل ممبئی بر هتل ها، یک ماموریت پلیس و یک مرکز دینی یهودیان حمله کرده و در جریان 3 روز جنگ جان حداقل 168 نفر را گرفتند. مردم در هند حافظ سعید را مسئول اصلی مرگ 10 نفر در حمله یه سال 2008 میدانند. آزادی حافظ سعید دقیقاً برای 26 ماه نوامبر پلان گذاری شده بود که پاکستان و ISI و محکمه آن کشور بر روی زخم های ما نمک گذاشت. پیش از این هند هم از خبر رهایی حافظ سعید توسط پاکستان ابراز خشم کرده بود و وزارت خارجه آن کشور گفته است پذیرفتنی نیست که فردی که نامش در فهرست تروریستان است در پاکستان آزادانه گشت و گذار کند. حافظ سعید تمام اتهامات وارد علیه خود را رد کرده است. احمد سیرزیا، تلویزیون آشنا، صدای امریکا.